من همراه باشید که توی این ویدیو هم کارای هنریم تمام نقاشیام رو نشونتون بدم همین که قصه این که چجور شد که سمت نقاشی و هنر رفتم رو بگم هم چیزی که خیلی خوبه و مطمئنم شما هم دوست دارید و حس تشکر و قدردانی من از شما هستش که حالا این یک گوششه که فقط میتونم به این صورت ازتون تشکر کنم میخوام کامنت های پست قبل رو ما بین ویدیو یه قسمتیش رو خالی میکنم و یه سری از کامنت های شما رو به اشتراک میذارم با من همراه باشید تون خوبه خوب باشه به کانال خودتون خوش اومدین همونجوری که میبینید پست امروز هنریه اما اما اشتباه نکنید راجع به آموزش هنر نیست ویدیوی آموزشی نیستش این رو ضبط کردم چون میدونم طرفدارای هنر توی کانالم زیادن و این رو کامنتاتون به من نشون داده طی این 6 ماهی که من کانال رو زدم یه سری کامنت ها داشتم که هم ابراز علاقه می کردید به هنر همین که بعضی از دوستان ازم می خواستن می گفتن بیا آموزش هنر رو بده اول اینکه گفتم همین اول ویدیو من بگم حالا توی کامنت ها توضیح دادم که اینکه واقعا این کانال محتواش اونجوری نیست که من بخوام آموزش نقاشی و هنر داشته باشم بعد نقاشی تولید محتواش خیلی سخته حالا مثلا این تابلو یا همین تابلو که هایپر رئال هست و این پیرمرد رو دارم کار میکنم خیلی زمان بره بعد برای آموزش توی کانال مثلا من بخوام یه نقاشی بذارم هر یه دونه کار کل زمان میبره بعضی وقتا میبینی همین یه تابلو کشیدنش یک ماه وقت میبره چون پر جزئیات البته این تابلوی آموزشی برای هنرجوام هستش دارم ضبط میکنم همین که گفتن بیام این حس خوب و این عشقی که به نقاشی دارم و عشقی که به هنر دارم رو شاید بتونم گوشهش رو تو این ویدیو به نمایش در بیارم و یه حس خوبی بهتون منتقل کنن چون که مطمئنم همه هنر رو دوست دارن هر کی به نوعی روحش با هنر درگیره حالا هر کسی یه شاخه ایش رو دوست داره ولی مطمئنم که نقاشی از اون هنرهاییه که هر کسی حتی نگاه که میکنه یعنی نگاه کردنشم به آدم لذت میده و من خودم وقتی میکشم که غرق لذتم واقعا بعضی وقتا مثلا اگر دو سه روز وقت نکنم نقاشی بکشم خیلی احساس رو یه خلایی تو زندگی میکنم و احساس میکنم اون حال خوبه اون حالی که از درون آرامش داری و نمیدونم چجوری بگم روح آدم یه جوری لطیفه یه جوری آرامش داره یه جوری احساس سبکی داره اون رو ندارم و حاضرم اون روز هر چی کار دارم بذارم کنار فقط بیام نقاشی کنم و فیوریتم هم, هم اینه که اصلا مثلا آموزشی نباشه وقتی که دوربین نیست خودم و نقاشیم یعنی منم و نقاشیم اون موقع خیلی احساس لذت هم بیشتره خب حالا بریم همزمان که نقاشی هم رو نشونتون میدم از داستان اینکه چطور شد که من به نقاشی رو آوردم براتون تعریف کنم اینکه الان کارهایی که دارید میبینید قبلش بگم اینا همهشون سیاه قلم هست و هایپر رئال و رئال که برای هنرجوهای مجازی هم هست بچه هایی که پیش من دارن آموزش میبینن ما به خاطر کار همسرم چند سال رفتیم یزد و اونجا من خیلی احساس و قربت میکردم همسرم قرار بود دانشگاه اونجا تدریس کنه چند سال پیش بعد دیگه ما هم رفتیم که هممون هم با هم باشیم اونجا و یه جوری شد که چون خیلی غریب بودم توی اون شهر احساس میکردم که روح هم نیاز داره این که یه چیزی برم آموزش ببینم و اون خلایی که خانواده نیست رو پر کنم برای همین اول که خب قرار بود من آزمون دکتری شرکت کنم آزمون دکتری بدم تراز خیلی بالایی هم آوردم ترازی که حتی بورس خارج از کشور بود اما خب چون بچه ها هم کوچیک بودن و بنا به دلایلی هم توی یزد نتونستم ادامه بدم و چون از لحاظ روحی هم به هم ریخته شده بودم دوست داشتم که سری خودم رو جمع جور کنم و به سمت یه کاری برم که به هم آرامش بده رفتم سراغ نقاشی چون کلا از بچگی من هم نقاشی رو دوست داشتم هم خطاتی رو دوست داشتم و کلاس نقاشی ثبت نام کردم با استاد اول تراحی رو یاد گرفتم و بعد با ایشون پاستل رو گذروندم بعد اومدم سمت سیاه خلم رئال و هایپر رئال که یه دوره ای رو گذروندم خودم دیگه سعی کردم با تمرین زیاد به یه حدی برسم که راضی باشم هرچند هر چقدرم که آدم یاد بگیره باز نیازمنده که خودش رو پیشرفت بده توی هر کاری این کارهایی که الان دیدید کارهایی که برای دوره کلاس رفتن نیست اونا که برای هنرجوها بود این کار که همینجوری کشیده شده اینو خیلی دوست دارم چون که بافته تور داشت همیشه سعی کنم کارهایی رو اجرا کنم که توش یه چیز جدیدی باشه باز اینا فایل آموزشیش همه برای هنرجوها هستش و این اینا کارای چندین سال قبلمه اینا که کارای دلیه طراحی با مداده اینا با اون سیاه قلم ها فرق داره طراحی با مداد هستش که فکر کنم شما هم دوست داشته باشید کار با مداد خیلی به نظرم زیباست حالا این پوشه رو دیدید من یه چیز جالبی که نشونتون بدم ببینید اولین کارهایی که من زدم اینها بوده به صورت آموزشی که اینها را الان خیلی دوست دارم چون میبینم که از کجا به کجا رسیدم چیزی اینجا نشونتون بدم ببینید این کار با مداد سیاه قلم نیست یعنی با قلم نیست و این به صورت طراحی هست حد بزنید کیه <applause> این خودم هستم چهره خودم رو کشیدم و جالب اینجاست که این همه من نقاشی کار کردم هنوز نه چهره بشاری کشیدم نه خودمون رو انشالله فرصت کنم یه قاب چهار نفره از خودمون بکشم حالا از اول این پوشه شروع کنم که من بعد از اینکه سیاه قلم رو یاد گرفتم اومدم سراغ مداد رنگی اینا کاره مداد رنگیم هست یعنی هر بار دوست دارم چیز جدید یاد بگیرم کامل متریالش مداد رنگی هستش این بستنی خیلی جذابه خیلی هوس انگیزه ببینید اینا هر چی نشونتون میدم الان مداد رنگیه این لب اصلی رو هم خیلی دوستش دارم و این میگن نقاشی مثل بچه های آدم میمونه چون لحظه به لحظه کامل شدنش رو میبینی تیکه به تیکه تا تکمیل میشه و بعد برای آدم خیلی عزیزه این موفرفری هم خیلی عزیز منه خیلی خوشگل قیافش این هم دو تا بچه لوپو. اینا هم مداد رنگی با ورق طلا کار شده یه کار دیگه ای مداد رنگیم که خیلی دوستش دارم این کاره چهره پیره سعی کردم چروکترین چهره پرچالشترین چهره رو انتخاب کنم برای کشیدن این خیلی زمان برد ولی خیلی دوستش دارم. اینم کامل با مداد رنگیه. بعد از این خودکار رنگی رو هم یاد گرفتم. اینا همه با خودکار رنگی انجام شده. ببینید خودکار یه تکنیک خیلی جالبیه جذاب انجام دادنش فقط سختیش اینه که نباید دست خط بخوره ببینید مثلا این روشنه اگر خط بخوره با هیچی نمیشه پاکش کرد اینم خودکار رنگیه اینو بخواهم قابش بگیرم خیلی طرح جالبی داره به نظرم برای قاب شدن خیلی زیباست خب کار که زیاده برای دیدن دیگه اینا بسته پوشه ها بریم تابلو ها رو ببینیم این چند تا کار اولی که داریم میبینیم همشون با پاستل گچی کار شده این طبیعت رو موقعی کشیدم خیلی دوست داشتم این تابلوی دختر و دریا رو برای مامان کشیدم که روی دیوار خونه مامانه این رو توی خونه خودمون زدم این جزبه اولین کارای پاستلمه اینام هم کارای سیاه قلم هست که این تخت جمشید رو برای یک نمایشگاهی بود که کشیدم بوسه اش اون پیر زن پیر مرد رو با مداد کار کردم خیلی زمان بود یا همین تابلوی خیست کارها زیاد بود یه چند تاش رو به صورت گزینشی همراه نگاه زیبای شما با همدیگه دیدیم امیدوارم که دوست داشته باشید این ویدیو رو مرسی که تا اینجای ویدیو با من همراهی کردید ممنون از حمایت هاتون خیلی دوستتون دارم مراقب خودتون و خوبیاتون باشین هر که هستید سلامت باشید خدا نگهدار